عمر مجرم بین المللی واسه اینکه قرارداد تبادل مجرم بین هند و انگلستان امضا بشه برای دزدیدن الماس کوهنور از برج لندن یه جایزه بزرگ تعیین میکنه. یه دزد حرفه‌ای هم به اسم راجویر با بازی هرتیک روشن الماس رو میدوزه اما به عمر تحویل نمیده. حالا هم عمر و هم پلیس‌های سطح شهر دنبال اون هستن و باید یه جای امن واسه خودش پیدا کنه. فیلم هندی بنگ بنگ سال 2014 تو ژانر فیلم‌های اکشن کمدی از کشور هند به نمایش درآمد و تا حالا با 25000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 56 از 10 رو ثبت کنه. داستان فیلم کمدی ترسناک باجی تلفن با دوتا دوست شروع میشه. اونا تو دوران کودکی درگیر وحشت و ترس بودن و حالا تصمیم دارن شغل خودشون رو هم بر اساس همین انتخاب کنن. اما هر کاری میکنن با شکست روبرو میشه. تا اینکه تو یکی از شب‌های هالووین با یه دختر زیبا با بازی کاترینا آشنا میشن و تصمیم میگیرن سر از کارش در بیارن. فیلم باجه تلفن سال 2022 از کشور هندوستان به نمایش درآمد و تا حالا با 10000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 53 از 10 رو ثبت کنه. ماجرای درام جنایی و اکشن این فیلم در مورد زندگی جوانی به اسم ویجی با بازی هرتیک روشن روایت میشه. 15 سال پیش پدر بیگناه اون درست جلوی چشماش اعدام شد و حالا هدف اصلی ویجی اینه که آدمهای بدذاتی که مسئول این اتفاق بودن رو پیدا کنه و ازشون انتقام بگیره. فیلم در مسیر آتش سال 2012 تو ژانر فیلم‌های جنایی اکشن منتشر شد و تا حالا با 25000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 9 از 10 رو ثبت کنه. عامر خان تو نقش مردی با توانایی‌های خاص سالها توی سیرک آموزش دیده و سرنوشت اونو به یه دزد حرفه‌ای تبدیل کرده. حالا اون تصمیم داره به یکی از بانک‌های بمبئی دستبرد بزنه تا شاید اینجوری یکم از انتقام خون پدرش رو گرفته باشه. اما پلیس شهر هم دوتا از نیروهای ماهر رو برای دستگیری اون انتخاب کرده. قسمت سوم انفجار سال 2013 تو ژانر فیلم‌های اکشن جنایی از کشور هند به نمایش درآمد و تا حالا با 47000 رای تو سایت IMDb
تونسته امتیاز 54 از 10 رو ثبت کنه. داستان فیلم سینمایی قاتلان هندوستان تو قرن 18 میلادی اتفاق میفته. کمپانی هند شرقی با یکی از دزدان دریایی به اسم خدابخش که واسه آزادی کشورش مبارزه میکنه به مشکل بزرگی برخورده و کاری از دستش بر نمیاد، تا اینکه از شخص با استعداد و فریبکاری به اسم فرینگی با بازی عامر خان کمک میگیرن و اونو میونه گروه خدابخش میفرستن. فیلم 255 دقیقه‌ای قاتلان هندوستان سال 2018 تو ژانر فیلم‌های اکشن ماجراجویی از کشور هند به نمایش درآمد و تا حالا با 21000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 4 از 10 رو ثبت کنه. این فیلم داستان زندگی پسری به اسم باهارات با بازی سلمان خان رو از 8 سالگی تا 70 سالگی نشون میده. اون میونه جدایی پاکستان از هند با چالش‌های مختلفی روبرو میشه و مجبور همراه خانواده‌اش پاکستان رو ترک کنه. باهارات میونه این ماجراها به پدرش قول میده تا همیشه مراقب خانواده باشه و اعضای خانواده رو دور هم جمع نگه داره. حالا باید سعی کنه تو ادامه زندگیش به این قول پایبند بمونه. فیلم 235 دقیقه‌ای باهارات سال 2019 از کشور هند منتشر شد و تا حالا با 31000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 4.7 از 10 رو بگیره. فیلم کمدی درام و عاشقانه زیرو با یه کوتوله شرور به اسم باباسینگ با بازی شاهرخان جلو میره. اون عاشق دختر معلولی به اسم آفیا میشه، اما درست روز عروسیش فرار میکنه و تصمیم میگیره زندگی دیگه‌ای برای خودش بسازه. واسه همین سراغ یکی از سلبریتی‌های هند با بازی کاترینا کایف میره و سعی میکنه کنارش باشه. این فیلم 244 دقیقه هندی سال 2018 تو ژانر فیلم‌های عاشقانه درام به نمایش درآمد و تا حالا با 28000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 52 از 10 رو ثبت کنه.
دانیال با بازی سیف علی خان تو نقشه سرباز هندی که سالهاست برای یه آژانس امنیتی آمریکایی کار میکنه، باید خودشو برای یه ماموریت جدید و خطرناک آماده کنه. اون باید میونه این عملیات کلی آدم رو از بین ببره تا افتخار قدیم خودشو دوباره به دست بیاره. فیلم 2 ساعت 16 دقیقه فانتوم سال 2015 تو ژانر فیلم‌های اکشن مهیج از سینمای هند به نمایش درآمد و تا حالا با 9000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 59 از 10 رو ثبت کنه. تایگر و زویا با بازی سلمان خان و کاترینا کایف تو نقش دوتا از جاسوس‌های حرفه‌ای بین‌المللی برای ماموریت‌های خطرناک به کشورهای مختلف فرستاده میشن و تو این قسمت باید به یکی از کشورها برن که توسط تعدادی تروریست اشغال شده. اونا باید با یه نقشه دقیق راهی به اون منطقه پیدا کنن تا پرستارای هندی و پاکستانی که توسط تروریست‌ها به گروگان گرفته شده رو نجات بدن. فیلم اکشن ماجراجویی تایگر زنده است سال 2017 از کشور هندوستان به نمایش درآمد و تا حالا با 31000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 59 از 10 رو ثبت کنه. فیلم سینمایی تایگر وجود داشت با یکی از افسران اطلاعاتی هندوستان به اسم تایگر با بازی سلمان خان شروع میشه. اون میونه یکی از عملیاتش با دختری به اسم زویا با بازی کاترینا کایف آشنا میشه، اما بعد از یه مدت کوتاه متوجه میشه زویا هم به عنوان یکی از افسران اطلاعاتی پاکستان مشغول خدمت به کشورشه. فیلم هندی زمانی تایگر وجود داشت سال 2012 تو ژانر فیلم‌های اکشن جاسوسی از کشور هند منتشر شد و تا حالا با 36000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 56 از 10 رو بگیره. دنبال این فیلم هم سال 2017 با اسم تایگر زنده است به نمایش درآمد. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض انتشار فیلم‌های جدید با خبر بشید.